در این رابطه همراه میشیم با آلن توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای توفیقی، آقای خامنه‌ای گفته شرطی کردن کشور و شرایط انتظاری چیز بدی است. از نظر شما این به چه معناست؟ آیا اشاره داره به مذاکرات برجام که در جریانه؟ خب طبیعتاً اشاره مستقیمی نیست به بحث برجام، اما با توجه به شواهدی که داریم و قبلاً ایشون بارها گفته بود که نباید در واقع امور اقتصادی و اون مسائل کشور رو به برجام گره زد، به طور مشخص داره به اون قضیه اشاره میکنه. منتها خب ببینید، آقای خامنه‌ای در جایگاه یک معلم اخلاق و فلسفه و اصول نیست، چون این بحثی که میکنه که شرطی نکردن حکومت یک امر درسته، اما باید دید که آیا آقای خامنه‌ای در طول تمام سالیانی که رهبر جمهوری اسلامی بوده تونسته این اصل منطقی رو بهش عمل بکنه. متاسفانه پاسخ منفی است. ببینید، الان اقتصاد ایران به حدی شرطی شده که دائم مردم چرتکه دستشونه که ببینن قیمت دلار کی میاد بالا، کی میره پایین، چه اتفاقی خواهد افتاد. سوالی که صبح مردم از خواب بیدار میشن در ایران الان این هستش که بالاخره برجام به کجا میرسه، آیا توافق خواهد شد یا نه. بنابراین آن اتفاقی که آقای خامنه‌ای ازش میترسه افتاده، منتها متاسفانه ایشون حاضر نیست که این واقعیت رو بپذیره. خب آقای خامنه‌ای در این صحبت‌ها نکات زیادی دیگری هم اشاره کردن. به طور مثال گفتن که در این دوره ریاست جمهوری مسئولان نمیگویند که اختیارات ندارند. چرا به نظر شما مسئولان دولت فعلی سکوت کردند و این رضایت خامنه‌ای از این مسئله برای چیه؟ ببینید، یک واقعیت تلخی وجود داره که در ساختار جمهوری اسلامی، هم از لحاظ حقیقی و هم از لحاظ حقوقی، یک ساختار به هم ریخته است. یعنی تداخل بسیار شدیدی بین اجزای مختلف و نهادها وجود داره. مخصوصا اختیارات وسیع رهبر جمهوری اسلامی صدای همه رؤسای جمهور و وزرا رو تا امروز در آورده. یعنی اکثرا شاکی شدن از اینکه نمیتونن کار بکنن، که دیگه مشهورترین بیان صحبت‌های آقای خاتمی بود که گفت دولت عملا یک تدارکات چیست. اما اینکه الان آقای خامنه‌ای اظهار خوشحالی میکنه از اینکه دولت این مشخصه اصلی کار دولتی ها در جمهوری اسلامی رو به زبان نمیاره، به نظر من دو دلیل میتونه داشته باشه. یا اینکه آقای خامنه‌ای به خاطر شرط بندی که روی موفقیت این دولت کرده و اون رو یک دولت انقلابی و آخرین فرصت خودش برای ارائه کارنامه موفق میدونه، اختیارات بسیار گسترده‌ای در اختیار اونها قرار داده باشه. و خب طبیعتاً در یک چنین شرایطی دیگه دولت که بیمار و دیوانه نیست بیاد بگه من اختیار ندارم. یک حالت دوم هم این هستش که ما با چنان ذوب شدگانی در ولایت در زمینه رئیس جمهور و وزرا مواجه باشیم که اساساً دیگه برای خودشون اراده و اختیاری قائل نیستن و عملاً خودشون رو به عنوان کارگزار بیت و آقای خامنه‌ای در واقع به حساب بیارن، که خب طبیعتاً در یک چنین شرایطی هم گله‌ای ندارن دولتی ها. من فکر میکنم دلیل اصلیش بیشتر برمیگرده به اینکه آقای خامنه‌ای عملاً این دولت رو چون منصوب خودش کرده، تلفیقی از این دو حالت رو براشون به وجود آورده. خب این تصویری که خامنه‌ای در سخنرانی‌های خودش از ایران ارائه می‌کنه و مردم و شرایطشون چقدر با واقعیت جامعه امروز و شرایط کشور همخوانی داره از نظر شما؟ ببینید، راستش رو بخواید خیلی با واقعیت‌های امروز انطباق نداره. همین که آقای خامنه‌ای خودش میاد میگه که دستاوردهای دولت رو باید یه کاری بکنید که برای مردم باورپذیر بشه، نشانه این هستش که یک عدم باور در مردم وجود داره. ریشه های این عدم باور هم برمیگرده به عملکردی که خود آقای خامنه‌ای و مسئولین جمهوری اسلامی در طول این 43 سال داشتن. یعنی عملاً هر چه گفتن خلاف اون اتفاق افتاده. و ما الان هم اگر به کف جامعه مراجعه بکنیم یا نظرسنجی هایی که انجام میشه ببینیم، همه داره نشون میده که مردم ناامیدن. 50% جوانان کشور تمایل به مهاجرت دارن. اون وقت آقای خامنه‌ای از آقای رئیسی تشکر میکنه بابت اینکه در دل مردم امید به وجود آورده. مردم میگن که ما سیل اومده، در واقع خونه و زندگی و همه چیزمون برباد رفته. آقای خامنه‌ای تشکر میکنه از آقای رئیسی و یا سایر مسئولین که بدون چکمه و لباس رفتن کنار مردم اونجا. اینها نشون میده واقعا تلقی آقای خامنه‌ای از واقعیت با جامعه ایران اساسا درست نیست. متشکرم از توضیحات شما. آلن توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس.